شما را به خدا قسم میدم به من بگید کی هستی. همین دوستی دانتون با تو بی جهت نمیتواند باشد. چشمانت را بکشای. صدایی فاخر که یادآور شکوه و صلابت تاریخ است. نه کشتی تجارتی سلجو بلکه کشتی سلطنتی از قصر پرای در 1628 هم جز بنیانگذاران دوبله ایران هستم. من بودم، ایرج دوستار بود، زنده یاد آقای لطیفپور که الان کانادا هستن و عده دیگری که همینجا که الان خانه سینما هست، اینجا استودیو ایران فیلم بود و ما در اینجا فیلم های بزرگ دنیا رو دوبله میکردیم. جای شخصیت های بزرگ دنیا اورسون ولز، لارنس اولیویه، باندارچوک اینا حرف زدم. و شما مایلو تینگل هستید، منم اندرو بایکم، به اینجا خوش آمدید. افزون بر نیم قرن فعالیت مستمر در دوبله و مدیریت دوبلاژ، حتی مطلبی نداشته که بتونه شعور و فهم دیگران را جلب کنه. من تمام کارهایی که انجام دادم مورد استقبال عجیب مردم بود و روزنامه ها و غیره و غیره، ولی خودم در نقشه اوتلو بیشتر احساس آرامش کردم. جلوی آن مرد را سخت در سنگ فشردم و ضربه‌ای به او نواختم. بدینسان معتقدم یه گوینده بیشتر بایستی به نحوه اجرای آکتوری که این نقش رو بازی کرده و بیان اون توجه کنه، تا اینکه فکر اینو بکنه این منفیه، تماشاگر منفی حسابش میکنه یا نه. نه، بایست خودشو بسپره به دست حالات که این آکتور داره و تا خود داره. صدای ماندگار از جنس تاریخ، چهره ماندگار در تاریخ میشود. چرا صدای خودتو رو دوست داری؟ چون مردم دوست دارن، خودم هم دوست دارم. اولین بار که صدای خودتو شنیدید چه حسی داشتید؟ خوشم اومد خودم و سخت میبالم به خیش که بیش از نیم قرن صدای مانا و پژواک صادق این همه بالندگی و هنرمندی بودم. صدای آشنای فرهنگ ما فراموش نشدنی است که میماند. پس بگذار این صدا برای همیشه دوران در این گنبد دوار بماند که ایرانی در کشاکش دهر و حوادث ایام بوده و خواهد ماند. دولت عشق پاینده باد.